تورا سوبالان با شما راشای لد یعقوب. بالا رفتن از درخت یا را رفتن روی چمن، بالا نمیرن از درخت در روز شبات، چه درختی که سبز و مرطوبه چه درختی که خوش شده است. البته به درخت آویزون نمیشن، به درختایی که حالا هنوز خیلی تنومند نشدن و با تکیه دادن آدم جابجا میشن تکیه نمیدن. و به چومان از بر حال درختی که متصل به زمین هست در روز شباد استفاده نمی کنن، مبادا که بیا چاخه از اون رو بکنه یا برگ از اون رو میوه از اون رو بچینه، به خاطر که مبادا از این سور قصر در واقع درو کردن بگذره از درخت استفاده نمی کن. اگر فردی از درخت بالا رفت در روز شباد سهوان، یادش رفت که امروز شباته یا نمیدونست که از درخت استفاده کردن ممنوعیت داره، مجازه که از درخت پایین بیاد و بره. اما اگر به عمد میدونه امروز شباته، میدونه چه این کاری هم آسوره، از درخت بالا رفت آسوره که دیگه از درخت پایین بیاد در روز شبات ها پایان شبات. و اگر روز جمعه بعد از ظهر از درخت بالا رفته، خب دیگه اونجا به خواسته و به عمد رفته، مجازه که از درخت پایین بیاد بعد از تاریک شدن هوا. و اصلا که میگن که این به شرطی است که از ابتدا نیتش بوده که قبل از که غروب بشه روز شعبات بشه از درخت بیاد پایین. اما اگر چه نیتی نداشته توی گناه انجام داده، دیگه مجاز است که از درخت پایین بیاد. افشین بیشتر میشیم با اعلان، با وجودی که گفتیم استفاده از درخت نمی کنند در روز شعبات، معذالک مثلا موقعی که شب شعبات تو حیات غذا می خورن، مجازه که شمع شعبات رو یا لامپ برقی رو سیمش رو در واقع به درخت آویزون بکنه از جمعه و این باقی مونه تا شب یک شعبات. و جای نگرانی است که مبادا وقتی که شمع خاموش شد بیاد اون رو از درخت برداره، چون که خود به خود اون شمعه مخصه هست و چون کار کرده ایسور داره روز شبات بهش دسته میزنن. اما در یوم تو که مجاز انسان شمع رو جا به جا بکنه، اون رو روی درخت قرار نده، حتی آدینه یوم تو که مبادا موقعی که میخواد یا جا به جاش کنه، گفتی شاخهی برگی میوه از درخت رو بکن. مجازه که انسان لباسایی رو که شسته و به بند آویزون، حالا حتی اگه بنده یه طرفش به شاخه درختی تنه درختی بستن، بذاره که روز جمعه آویزو کرده همشه که شبات هم باقی بمونه. مجازه که انسان اگه مسیرش هست دیگه این کوتاه‌ترین راست و از روی چمنا راه بره در روز شبات، چه که اونا تر و تازه هستن و سبز هستن، چه که خوش شده هستن، علی رغم که احتمالاً یه تعداد از این سبزه ها با راه رفتن کنده میشن، چون اون نیتی برای کندن اونها نداره و میخواد مسیرش کوتاه‌تر بشه از جارت بشه، ممنوعیت ایسوری شاملش نشده. و همینطور مجازه که انسان بشینه یا دراز بکشه روی چمن، یا یعنی که مثلا عیات خونهش جایی هست باقی هست، یا که زیراندازی بندازه روی اون چمنها و روی اونا بشینه، به شرطی که حواسش باشه. آدم موقعی که هست شخص اینجا چمن بغل دستشه، از روی حواس پرتی چمنها رو دستی دستی به عمد نکنه. این در واقع ادامه بخش از همون بحث قصر بود. یکی دیگه از کار ممنوع در روز شبات بحث کاشتن هست. ملخ زوریه، کسی که میکاره در روز شبات در اندازه حتی یه دونه بذر رو روز شبات بکاره، یا اینکه یک نهالی رو، یک قلمه ای رو، یا اینکه شاخه درخت رو زمین بخوابونه که این بعد از ریشه بدونه و بشه شاخه رو مستقلش کرد، همه اینا زیر مجموعه کاشتن هست و در روز شبات ممنوعیت داره. و همینطور کسی که شاخهای درخت رو هرس میکنه، که دیگه اینجا هرس کردن نیت استفاده از شاخهایی که میچینه نیست، بلکه هدف اینه که با هرس کردن
درخت بهتر رشد پیدا بکنه، اون زیر مجموعه ذریه کاشتن میشه و ممنوعه. اگه هر دوتا نیت رو داره، کمی که شاخهای اضافه رو بزنه که درخت رشد بهتری بکنه، از اون شاخهایی هم که میزنه میشه عرض کردن زیر مجموعه ذریه تا اینجا از یه ایسور گذشته. و اگه باز نیت هم داره از شاخهایی که مثلا چیده استفاده بکنه، بسوزونه یا هر کار دیگه بکنه، این میشه پس از اون چیز بریده شده استفاده کردن قصر و عملا فقط با یک کار از دو تا ایسور در روز شبات گذشته، هم ذریه هم قصر. کسی که به گیاه یا درخت آب میده در روز شبات، چون آب باعث رشد بهترش میشه، زیر مجموعه کار کاشت است و خیابه، یعنی که آدم باید دقت بکنه در روز شبات مثلا اگر هوا گرمه تو حیات یا تو باقی جایی هستن اونجا غذا میخورن، میخواد دستشو نتیلا بگیره بشوره، جایی دستشو نشوره که آب ریخته میشه پای درختی، پای گیاهی که با وجودی که او الان نیتش آبیاری درخت نیست، اما خب مثلا امریکا آب بریزه رفته پای درخت، فسیق نشست و آسوره. فرق نمیکنه که حالا باقی متعلق به خودش باشه که آدم میخواد سرسبز باشه و درخت هاشو تباشه، که متعلق رفیقش باشه. همینطور گلدون هم آسوره که انسان در روز شبات آب پاش بریزه یا آب داخلش بریزه. حتی گلدونی که تهش هم سوراخ نیست، به زمین ارتباطی نداره، مسلمه که همین خود آبیاریه باعث رشد بهتر گیاهی که اونجا کاشتن یا درختی که اونجا کاشتن میشه. سبزیجات یا میوه هایی که چیده شده هستن، مجازی که حالا اونها رو داخل لگن آب بریزه که میخواد بشورتشو که همون روز شبات بخوره استفاده بکنه، یا میره میوه ها دارن پژمرده میشن فلان اینا، داخل آب میریزه که اون طراوتشون رو از دست ندن، اون دیگه بعد که چیده شده است که میوه چیده شده است که رشد پیدا نمیکنه، پس ممنوعیتی از جنبه کار ذریه نداره. مجازه که انسان حالا تو جای باقی جایی هست و خواهد ادرار بکنه، دستشوی چیزی در اختیارش نیست، ادرار بکنه روی سبزیجاتی چیزی جا باغ فلانه، جا که خود ادرار چون قلیایی هست فلانینا باعث رویش درخت نمیشه یا گیاه نمیشه. و با وجودی که بزرگانی هستن که توی مورد سختگیری میکنن، مزارک اگه حالا تو حالا چیزی در دسترسش نیست میشه سبک گرفت در مورد مطابق نظر ماران شون آروخ، حتی که اگه اون باقی متعلق به خودشه و صد البته در زمینی که متعلق خودش نیست که براش اهمیتی نداره که گیاه رویش پیدا کنه یا نه. مزارک حداقل در همون باقی هم اگه تو حالا چیزی هم در دسترسش دقت بکنه که مستقیمن روی گیاه ها اینها ادراک نکنه، مگر حالا یه مدار اون فرتر جایی که فضای خالی تری هست. یش لیزایر باید مراقب باشه که آدم مثلا روز شبا داره میوه میخوره، میوه هسته داره، هسته رو پرت نکنه مثلا تو باغچه خونش یا یه جایی که زمین هست، زمین خیس امکان رویشش هست، بعضی وقتا هم که با هدف خاص کاشتن هم نبوده، همی که بعضی جایی میفته که محیط مرطوبی داره رویش پیدا میکنه، یا به خصوص ایام بهار پاییزه که بارندگی زیاده، زمین ها خیسه، این باعث رویش اون بذره اون دونه هسته میشه. و اگه بذره اینها رو مثلا دونه های گندم میریزه برای مرغ و خروس، نریزه مگر به اندازه که خوراک هم روزشون هستن، یه مختصر بیشتر که بخاطر که زیاد نیاد، خصوصا حالا زمینه که این مسئله کاش و رویش محسوب نشه. لگنی که در اونجا حالا دستشون رو میشورن یا ظروف میشورن، لگن ظرفشویی هست و آبی که از اونجا هست میره رو حیاط و میره پای درخت، مجازه که اونجا دستشو یا ظرفی رو بشوره، با وجودی که ناخواسته آب حالا از اونجا با لوله که میره میره تو حیاط و رفته به سمت باغچه چیزی، به خصوص که اگر باغچه رو از قبل از شبات
کاملا آبیاری کردن، آب اضافه محسوب میشه و پسیقلشه لبانانی هست که به شک وقتی که راهکار دیگه ای نیست مجازه. این بحث ادامه دار که بزرشه فرصت بعدی خدمتون میکنم.